و ما چهارمین ویژگی برجسته این دوران اینه که من به تغییر که در سراسر کشورهای منطقه آغاز شده فاشیسم ولایت فقیه رو مشخصا هدف قرار داده و برخلاف دروغ‌های آخوندهای حاکمیت تهران در حقیقت این باید گفت جنبشی است علیه ولایت فقیه و الگوی ارتجاعی خمینی که فکر می‌کرد حالا بعد از ایران می‌تونه اون رو صادر کنه به سایر کشورهای منطقه، ولی الان می‌بینه که هم در ایران و هم در سایر کشورهای منطقه همه از اون تبری می‌گویند، در حالی که فریاد آزادی خواهی و دموکراسی طلبیشون بر آسمان بلنده. در حقیقت مقاومت و آگاهی عمومی نسبت به طینت پلید این رژیمی که بالا رفته و همه الان متوجه شدن که مطامع شریرانه این رژیم برای کل منطقه چقدر خطرناکه، و اگر جلوی نیستن و قیمت رو هرچه سریع‌تر ندن بها و هزینه بسیار گزافی از جیب تک تک خواهران و برادران ما در کل منطقه خواهد گرفت. الان که دوران تازه از حیات ملت‌های این منطقه آغاز شده، تحقیق رژیم باید گفت که برای این دوران گذار بیش از هر زمانی دیگه است. خواهران عزیز و گرامی من، باید بگم که آیا برای این چشم‌انداز پرشکوه و برای تحقق این تغییر سرنوشت‌ساز که چیزی نیست جز دستیابی به دموکراسی و برابری، یعنی هم خواست همه ملت‌های منطقه، آیا برای این چشم‌انداز پرشکوه از منم کاری ساخته است؟ شما ممکنه همه ناراحت بشین از این سوال من.